سلام من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت پنج و پنجم سریال آغازاده است. خانواده سویکانی را به بیمارستان میبرند و هولیا قبل از رفتن با داد و فریاد به اسلان میگوید اگه این کار زیر سر توی تاوانش رو میدی سکوت میکند دوین از بچه ها نگهداری میکند و بقیه در بیمارستان بالای سر ایبا مانند. اصلا هماشب به کافه که جهان و سراب برای بستنی خوردن به آنجا رفتن می رود و مدرکی که نشان می دهد سراب داروهای ایبا را عوض کرده روی میز می گذارد و می گوید. یا لیلا رو از زندان بیرون میاری و به آدمت میگه گه اعتراف کنه لیلا بی یا خودتو می فرستم زندان سراب می گوید من وکیلم کار منو به خودم یاد نده با یک چیزی نمی تونی ثابت کنی من شاهد دارم جهان می گوید. من کاری علیه لیلا انجام نمیدم شاهد تو هم نمیشم سراب ناراحت می شود اما میگوید پس یه شاهد دیگه پیدا ولی عمرم به نفعی کاری انجام نمیدم. اصلا درست به او مالت میدهد و میرود. در بیمارستان بدری به مادرش میگوید فکر کنم اینا همش کار اصلانه ندیدی تو خونه سر میزشم چه جوری با نیش کنه یه حرف میزد تا زهولی هم سرش داد زد و اونو مقصر دونست ندرت تعجب میکند بدری همانجا اعتراف میکند با یکی از دشمنان سوکانها به اسم الیاس کروزاده ملاقاتی داشته ندرت احساس خطر میکند و سر اوداد میزند و قول میگیرد هیچ گونه همکاری و ملاقاتی با الیاس نداشته باشد روز بعد دوین به این نتیجه می رسد که بچه ها در خانه سوکان هم ندارند و مدام منظر روحی می بینند و دست بچه ها را میگیرد و آنها را به خانه خودش میبرد. برد. دوین بچه ها را پیش روانشناس کودک دوست خودش ازگیست میبرد. برد. ازگی بعد از حرف زدن با بچه ها به دوین می گوید دوین به نظرت کار درستی انجام می دی. مسئولیت این دوتا بچه را چرا تنهایی قبول می کنی؟ به خودت تاسیب میزنی. دوین میگوید دیگری ندارد. اصلا همه خانواده را برای صبحانه در کافه بیمارستان جمع می و به آنها میگوید من دیگه خیلی خسته شدم از اینکه کسی صدا و نشنوه و مثل یه حیوان داد بزنم که بتونم حرفم و بفهمونم خسته شدم. هولیا می گوید عمود داره با مگ دست و پنجه نرم میکنه و تو اجازه این رو دادی اصلا میگوید امون با الیاس علیه من همکاری کرده توی زندان برای یه لیلا تله پهن کرده این تاوان خیانتشه ندرت به خانه یه الیاس می مادر الیاس از اینکه ندرت به انجام آمده شاکی اما خود الیاس با خواندن ترانه که با آن کلی خاطره دارد از ندرت استقبال می کند. ندرت با جدیت جلو می روید و میگوید دوروبر پسر من نچرخ الیاس و نه بد می بینی. الیاس می گوید خودت پسر تو از آدانا آوردی انداختی تو میدون. ندرت میگوید من پسرم و محتاج نامردهی مثل تو نمی کنم. دست از سر پسرم بردار و جور پس میدی. الیاس میگوید تو این دنیا تاوانی نیست که ازش بترسم من تاوان همه کارامو پس دادم ندرت با تاسف به اون نگاه میکند و میگوید اما همیشه نصف نیمه پس دادی وقتی او از در خانه الیاس بیرون میرود جهان از راه میرسد و ندرت را صدا میزند و برای دستبوسی جلو میرود و خوش آمد میگوید ندرت میگوید با بدری کاری نداشته باش جهان اگه واقعا برات ارزش دارم و کوچکترین حق گردنت دارم از بدری فاصله بگیر اصلا وقتی از کار دوین با خبر می شود به مطب ازگی می رود و در سالن با الکای دوست قدیمی دوین روبرو می شود. او که به خاطر حق بازی های الکای از او هرس دارد همانجا کتکش می زند و با سر و آنها دوین از اتاق ازگی بیرون می آید و پیش اصلا می رود. جلوی ساختمان اصلا به دوین میگوید تو به چه حقی بچه های خوهر من رو برداشتی بردی چه نسبتی باشون داری؟ من دایی اون بچه هم. دوین می گوید من با وکالتی که خود لیلا بهم به داده این کارا رو می اصلا که انتظار نداشت لیلا چنین کاری کرد. تبشد عصبانی می شود و میگوید من دارم برای بیرون آوردن لیلا هر کاری می کنم برای بچه‌اش هم مادری می کنم هم پدری می کنم تو اصلا میدونی مادر شدن یعنی چی دوین ناراحت می شود اصلا متوجه معنی حرفش می شود و عذرخواهی می کند حال سربت شد و یک تنه شروع به تمیزکاری در خانه می کند و به هیچ کس هم اجازه کمک نمی دهد. خدمتکار ندرت به او زنگ می زند و ماجرا را برایش تعریف می کند. ندرت از یک طرف و حولیه هم از طرف دیگر خودشان را به خانه می تا به سهر کمک کنند. سهر به محض دیدن آنها دست از کار می کشد و با نفرت به سمت آنها می رود و می گوید اجازه نمیدم دم سیاهی تو, تو این خونه پخش کنی. ندرت سرش را پایین می اندازد و هولیا نگاه آمیزی به او اما پارچه به سمت پرتاب می کند و میزند برو بیرون و لحظه به ندرت نگاه میکند و او را میشناسد و قربان می میرود ندرت خیلی خوشحال میشود سر با نفرت به صورت هولیا نگاه میکند و میگوید برو تو حیات کار کن به یه دردی بخور بیارزه و با مهربانی به سمت ندرت برمیگردد و میگوید تو هم برو به با اسلام غذا بده دخترم این به در نخور شیرم نداره که به اسلام بده هولیا از بیرو بیرون میرود و دور از چشم همه گریه میکند ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار